صدها خانواده در ولسوالی بهارک بدخشان نسبت نبود آب آشامیدنی صحی نگرانند. باشندگان قریه دوبندی دشت فراخ ولسوالی بهارک میگویند که نسبت نبود آب آشامیدنی صحی و استفاده از آبهای غیر صحی هر از گاهی خود و خانواده هایشان را امراض گوناگون تهدید میکند. آنان از امارات اسلامی و مؤسسات ملی و بین المللی میخواهند که در قسمت فراهم شدن آب آشامیدنی آنان را همکاری کنند. مولوی فضل الدین رئیس کلیستر عمومی این قریه می افزاید که 1600 خانواده قریه دوبندی از کمبود آبی آشامیدنی صحی رنج می برد. او علاوه می کند که دو روز بعد هر خانواده به طوری اوسط 4 بشکه آبی دلیتر دریافت می کنند که جوابگوی نیازمندی های آنان نیست. تا هنوز که به ادارات جهت حل مشکلاتشان مراجعه نموده اند توجه نشده است. در این قلمرو تقریبا در حدود 1500-1600 خانه هست و در پیش ما یک نلی که فعلا شما امروز شاهدی اطفالی از اینا هستین که در انتظار هستن و آب ندارن. در هر نلی بیشتر از 60 خانه استفاده میکنن میآیه و روزانه از 4 بشکه آب دلیتره بالا گرفتن نمیدن، اینم 3 روز بعد درشان میآیه. و در این جایی که شما فعلا هستین، نمی حوزه که ما هستیم، حوزه ما 5600 خانه است و فعلا ساحه که شما از ما مصاحبه گرفته رایسین، در این ساحه ما 14 مسجد هستیم، 1600 خانه هستیم، نبود آب به طور کل آب داریم، منبع داریم، آب خریدگی داریم، دنا بخش تمویلگر نداریم که برای ما دفتری باشه، دولتی باشه، یک جریان پاسخگویی باشه که صدای ما بشن انعکاس داده شوه. با او اساس ما آب چشمه از راه دورتر خریدگی، مردم 4.5 لک خریدگی داره، ما اسناد آب داریم، اسناد منبع آب زراعتی داریم، مگر دمی ساحه که فعلا شما هستین فعلا ما نه شاهد آب زراعتی هستیم و نه شاهد آب آشامیدنی هستیم. نعمت الله باشنده دیگر این قریه می افزاید که آب نوشیدنی نداریم، از آب های جوی استفاده میکنیم و امراض گوناگون اطفال ما را تهدید میکند. نوشیدن همی آب که استفاده همی آب در جوی و دریا ما میکنیم، سبب امراض های گوناگون مثل سال، خارش و سایر امراض به همی اطفال ما شده. این جای بسیار تاسف است که ما در بدخشان آمی آب بدخشان مشهور است، سمانزده ها مخاص است، مگر ما در جای در ایش در بدخشان ما آب نداریم، نه آشامیدنی نه زراعتی. آمی حکومت امارات اسلامی خواهش میکنیم که به این مشکلات ما جدا و جدا توجه خاص بکنه، چون ما منابع آب داریم، همه چیز داریم، اما آب نداریم. محبوب الله فرد دیگری این قریه علاوه میکند که مبلغ 450,000 افغانی را از بودجه شخصیشان آب خریداری نمودند، اما در قسمت فراهم شدن آب برای آنان هیچ دونری تا هنوز همکاری نشان نداده است. تقریباً 450,000 روپیه آب خریدگی استیم و به هر جایی که سر زدیم رفتیم، در چه در زمان جمهوریت، چه در زمان حال، چه در مؤسسات خارجی که میریم، ما به اونا مراجعه میکنیم، اونا میگن که دفعتاً یک بانه برای ما پیشنهاد میکنن. و تمام این مردمایی که فعلا در اینجا قرار در خطو میگن، تمام این تیفلایی که همینجا اومده و نشسته و مردمی که هستن در اینجا فعلا مشکلات آب دارن و در تخمیناً یک ساعت برای ما آب می آید و کفایت کننده ما نیست، چیزی نیست، نه آب آشامیدنی برای ایک مردم و کفایت کننده نیست. تمام این مردم روی مشکلاتی که اینمی خطان می بینین از نزدیک آمده ندارد می کنین، می بینین مشکلات های ما را، این اگر امکاناتی باشه و کاری باشه با ما هم کاری بکنن. با این حال ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان به نمایندگی از حکومت محلی عدم دسترسی 1600 خانواده را به آب صحی میپذیرد و میافزاید که امیدوار است ادارات زیرآب و مؤسسات ملی و بین المللی در قسمت فراهم شدن آب نوشیدنی و زراعتی برای این باشندگان نیازمند توجه کنند. بدخشان یک منبع بزرگ آب افغانستان را تشکیل میدهد، اما متاسفانه بعضی از نقاط های بدخشان هستند که هنوز هم مردم به مشکلات آب آشامیدنی و آب زراعتی ضرورت دارند. بنابراین مردم دوبندی، دشت فراخ، ولسوالی بارک، البته اینا بسیار نیازی جدی و شدیدی به آب آشامیدنی دارند که شما خودتان در ساحه رفتین و مردم را دیدین، مشکلاتشان را از نزدیک دیدین که آب آشامیدنی به کلی در اونجا نیست و تقریبا در حدود 1600 خانواده اینا به نبود آب آشامیدنی مواجه هستند. به این اساس
مردم خودشان با مو بودجه شخصیشان که جمع‌آوری کرده بودند آب از یک منطقه وردوش در حدود 450 هزار افغانی ایرا خریداری کرده بودند. البته اون چشمه را اما تا فی الحال هیچ دونری پیدا نشده که او آب بیارد و در دسترس مردم قرار بدهد. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.